آقای فردوس، لطفاً خودتون رو معرفی کنید و سوابق خود رو در رژیم گذشته به طور اختصار توضیح بدید. من آرتش بود در رژیم سابق حسین فردوس، فرزند سیف الله، که دقیقاً 52 سال در دربار پهلوی حضور داشتم. علت حضور من در دربار این بود که در دبستان نظام همیشه در امتحانات جزء شاگردان رده بالا بودم و با وجود اینکه برای ولیعهد همزمان با تاریخ صحبت من کلاس مخصوصی برای او تشکیل داده بودند که اون هم دبستان نظام محسوب می شد ولی به نام کلاس مخصوص، از زمانی که به علت همون مطلبی که گفتم نتیجه دروسم که در رده خیلی خوب بود، دوست بسیار نزدیک محمد رضا یا به طور دیگر همکلاسی خودم شدم. پس می توانم ادعا کنم که از اون تاریخ که در سنین 6 یا 7 سالگی بودم تا پیروزی انقلاب در خانواده پهلوی بودم. در همین کلاس مخصوص هم همیشه در طی این 6 سال دوره دبستان در کلاس مخصوص ولیعهد شاگرد اول می شدم و به همین علت چون رضاخان تصمیم داشت که ولیعهد را به سوئیس بفرستد، من را هم دستور داد که به همراه او به سوئیس بروم و در همون مدرسه با او تحصیل کنم. اینکه این مدرسه احتیاج به یه توضیح کوچکی داره، اینکه مدرسه دبستان لوروزه سوئیس، گویی که در سوئیس واقع شده، مدیر مدرسه از طرفداران خیلی قرص سیاست انگلیس. این مدیر شخصی را به نام ارنست پرون چند ماه قبل از ورود ولیعهد به این مدرسه به عنوان نظافتکار استخدام. برای من در اون سنین جای تعجب نبود، متوجه مسائل نمیتونستم بشم، اما مشاهده میکردم در طی این 6 سال اقامت در سوئیس که این ارنست پرون در ساعات فراغت ولیعهد همیشه در کنار او و در اتاق او قرار دارد. حسادت نمی کردم، دلیلی نداشت و ضمناً رسپرون احترام من را کاملا رعایت. این دوستی که 6 سال دوستی ارنسپرون با ولیعهد که 6 سال به طول انجامید، پس از خاتمه دوره که ولیعهد به تبع به ایران مراجعت میکرد، ارنسپرون را همراه خودش به ایران آورد. این شخص البته احتیاج به بحث مفصل و جداگانه‌ای داره، برای اینکه در سیاست اساسی مملکت این شخص خارجی سوئیسی، ولی خب بعدها مشخص شد که مأمور انگلستان بوده از همون بد و هم، و در همون بعدها بود که متوجه شدم که پس کاشتن او در مدرسه لوروزه 2-3 ماه قبل از ورود ولیعهد هم تماما این پرونده یکی، یعنی سیاست انگلیس برای تربیت و راهنمایی و استفاده بعدی از ولیعهد. چون این شخص همطوری که اشاره کردم تأثیرات فوق‌العاده‌ای در سیاست مملکت داشت که مسلماً باور کردنی نخواهد بود، وقتی این مسئله رو بشکافم به موقع این است که در سنین بالاتر از سیاست انگلیس در ایران تعجب گردیدم. جناب فردوس، در خلال سخنانتون اشاره به تحصیل در دبیرستانی در سوئیس کردید. جناب علی بفرمایید در اون دبیرستانی که تحصیل می‌کردید چه کسانی از خاندان پهلوی علاوه بر خود شما و ولیعهد تحصیل می‌کردند؟ بله، در موقع حرکت از ایران همونطوری که
قبلا اشاره کردم، به دستور رضاخان فقط من میبایست همراه ولیعهد در مدرسه تحصیل، ولی چون وزیر دربار که وزیر دربار رضاخان نام تیمورتار که فرد بسیار مقتدری در دوران وزارت دربارش بود، وزارت دربار بود، پسر خودش را هم، یکی از پسران خودش را هم میشود گفت تحمیل کرد، یعنی به سوئیس فرستاد و در همون مدرسه. ولی به علت مسائلی که بعدها من گفتن تعریف کردن مستند که تیمورتاش به علت هوش و ذکاوتی که داشت به خود را از رضاخان کمتر نمیدانست، نظر خیانت به او داشت. رضاخان را مطلع کردن، معلوم است که کی مطلع کرد. بیان بخوایم بکنیم، خب انگلیس، چون رضاخان را میخواست حفظ کنه، او از سیاست تیمورتاش، از سیاست دیگری پیروی میکرد. به هر حال این فرزند تیمورتاش هم به این فرم در اون مدرسه داد. وقتی که به زندان افکنده شد، تیمورتاش دستور دادن تلگرافی که این پسر را، یعنی پسر تیمورتاش را، از ولیعهد دور کنید. بلا فاصله احساس خطر میکردن از طرف فرزند، دور کنید و بعد هم در با سریع ترین وسیله به تهران اعزام شد. پس در اون مدرسه ولیعهد ماند، از ایرانیان ولیعهد ماند و من. ولی بعد از 2 سال که گذشت، رضاخان تصمیم گرفت که پسران دیگرش را هم به سوئیس بفرسته که عبارت بودند به ترتیب از علیرضا، ترتیب سن علیرضا، غلامرضا، عبدالرضا، محمودرضا و احمدرضا. پس این تعداد ایرانیانی که در اون مدرسه بودند تماما از خانواده پهلوی بودند، ایرانی دیگری خارج از این خانواده در اون مدرسه نبود و تنها ایرانی هم که عضو خانواده پهلوی نبود و همراه ولیعهد در اون مدرسه تحصیل میکرد من بودم. جناب فرز، بفرمایید که ارتباط شما پس از بازگشت از سوئیس با دربار چگونه بود؟ من وقتی که از به حساب با ولیعهد از اروپا مراجعت کردیم، با ولیعهد صحبت کردم که با محبتی که تا حال نسبت به من کردید این محبت رو ادامه بدید و من رو اجازه بدید برای تحصیل در رشته پزشکی به پاریس اعزام. خود شخص ولیعهد موافقت داشت کاملا و نظر، چون از نظر مالی اون باید تامین کنه، به هر حال من که امکانات مالی ندارم. این صحبت من رو ولیعهد با رضاخان در میان میگذارد و رضاخان با خشونت با من مواجه میشه که مگر نمیدانی که یک شغل فقط در دنیا فایده دارد و آن شغل سربازی. از این جهت همراه ولیعهد به دانشکده افسری اعزام خواهی شد و همین کار هم انجام شد. با هم به دانشکده افسری در سال 1315 رفتیم و در سال 1317 هم، چون دوره دانشکده افسری 2 سال بود، در سال 1317 هم با درجه ستوان دومی افسر شدم. پس از خروج دانشکده افسری در اوایل کار تعدادی از واحدهای نظامی لشکر، در لشکر یک تعدادی از واحدهای نظامی فرماندهی میکردم که البته با درجه ای که داشتم خب میبایست در حدود حد اکثر حد گورهان باشه، فرمانده گورهان، و همچنین بود، در حد فرمانده گورهان بودم. یه مسئله ای که در این همین دوران، یعنی پس از خاتمه دانشکده افسری واقع شد، مسئله ازدواج ولیعهد با فوزیه، خواهر ملک فاروق، یا بهتر گفته شود شاه مصر. بفر دوست، در این زمینه مقدار بیشتر توضیح بدید تا آگاهی بیشتر بشه در زمینه ازدواجشون و غیره. اینجا پیدا بود که، یعنی برای من که خیلی نزدیک بودم، با وجود سن کم زیاد میشنیدم، مطالب زیادی میشنیدم و طبیعتاً
می توانستم از مجموعه این صحبت ها نتایج دقیقی بگیرم. این بود که فهمیدم که از جاهایی بالاتر از خود رضاخان این تصمیم گرفته شده. خب جای بالاتر رضاخان هم که منحصرا انگلیس بود، چون رضاخان رو هم انگلیس ها سر کار بردن، هم ازش استفاده کردن و هم وقتی هم که دیگه لازمش نداشتن خب تبعیدش کرد. از این مسئله انگلستان این بهره رو می برد که بین کشور ایران که یک کشور بسیار مهمی در خاورمیانه بوده، به حالا اشاره نمی کنم برای اینکه خب موضوع مربوط به اون زمان هست، در حال اون زمان هم خب یک کشور مهمی در خاورمیانه بوده ایران و مصر هم به همین ترتیب، انگلستان سیاستش بر این قرار گرفت که رابطه بین ایران و مصر ایجاد بکنه، رابطه خیلی نزدیک و محکم و صمیمانه و بهترین راه حلش هم این ازدواج. کاملا مشخص بود که رضاخان تسلیم بود در مقابل این تله. من هم میفهمیدم، متوجه میشدم کاملا. این بود که این ازدواج انجام شد، روابط مستحکم شد همونطوری که انگلستان میخواست. و اما موضوعی که قابل توجه هست که چگونه بالا انگلستان در این مورد با ایران بازی میکردن، با سیاست ایران، با جامعه ایران بازی میکردن، هر جوری دلشون میخواست مطابق میل خودشون عمل میکردن. حدود 7 سال از این موضوع گذشت، از موضوع ازدواج با فوزیه گذشت. این علاقه ای که انگلیس ها به این چیز داشتند، به این روابط داشتند، دیگر منتفی شده بود و بلکه از نظر اونها مضر هم بود. مضر برای اینکه تصمیم گرفتن که این ازدواج یعنی به طلاق بیانجام، بین این دو خانواده دیگر روابطی نباشد، بین این دو کشور هم روابطی نباشد. از عوامل رده های بالای خودشون استفاده کردند، ولی خب اون چی که من از نزدیک مشاهده می کردم که تماس بودم با یان اسپرون، دیدم عامل اصلی این کار انگلیس ها به ارنست برون سپردن. حالا ارنست برون نظافت کار با تحصیلات به قول خودش کمتر از دیپلم طلاق رو ترتیب داد. جناب فردوس بفرمایید که مشاغل عمده شما از چه زمانی شروع شد؟ من دو میتونم مشاغل خودم رو به دو مرحله تقسیم کنم. یه مرحله در رده درجات پایین تر به حساب تا احتمالاً تا درجه سرهنگ دومی، سرگردی سرهنگ دومی، و یه تعداد مشاغل عمده بعد از تشکیل دفتر ویژه اطلاعات که دیگه اونجا رول اصلی در اختیار من قرار میگیره. در مورد اون مشاغل قبل از دفتر ویژه اطلاعات، یعنی همون در سالهای قبل از مرحله اول بله کاملا صحیحه، هم مشاغل مرحله اول که اشاره فرمودید، در دوران در زمانی که قشون شوروی و انگلیس به ایران تجاوز کرد در سال 1120، خب چون من دائما همراه ولیعهد بودم و ولیعهد هم پدرش ناراحت میدید و محتاج به کمک و راهنمایی، این بود که رضاخان تشخیص داد بهترین فرد برای اینکه اطلاعات از جبهات جنگ براش بدهم من بودم، چون دائما نزدیکش بودم. کافی بود من دستور میداد که سوال کن فلان لشکر چه میکند، در کنون در چه وضعی است، فلان لشکر در چه وضعی است. به همین ترتیب میتونم بگم که تقریبا رئیس ستاد خصوصی رضاخان شدم، چون 3 نفر بودیم دیگه، رضاخان بود و ولیعهد و من و سوال کننده هم از ستاد آرتش اون زمان و از واحدهای نظامی در جبهه من بودم که رأساً هم سوال میکردم از فرماندهان لشکر و برای رضاخان جواب میورد. این بعد از چند روز که گذشت
رضا خان مسئولیت اداره نیروهای ارتش را به ولیعهد سپرد. ولیعهد هم بلافاصله یک ستاد کوچکی تشکیل داد و من هم عضو اون ستاد شدم و بین سایرین خب میتونم بگم که عضو تقریبا محترمتر، چون رابط هم عضو بودم هم رابط بین ستاد و ولیعهد. این ستادی که تشکیل داده بود برای بازرسی از جبهه لشکرها در حومه تهران بود، دفاع تهران، چون لشکرهای دیگه خب که بعداً باید مفصل تر یعنی مفصل گفته بشه یا چیزی گفته نشده فعلا. این اعزام میشدیم به من رو همیشه میفرستادن همراه دو نفر از افسران ارشدتر برای بازرسی نیروهایی که مدافع تهران بودن. در اون زمان لشکر یک و دو چنین وظیفه وقته داشتند، ولی لشکرهای خیلی قوی بودند، در حدود 50,000 نفر نیرو در اطراف تهران برای دفاع از تهران آمادگی داشت. کار دیگری که در همین دوران اول اشاره فرمودید کردم انجام میدادم، محمد رضا که هنوز وضعش نامشخص بود بعد از ترک رضاخان از ایران، که احتمالاً حدود 9 شهریور 10 شهریور ولیعهد بود، ولی نه شاه، محمد رضا شاه نبود اون موقع، چون تصویب متفقین رو لازم داشت. خب محمد رضا بهترین فردی که صمیمی‌ترین فردی که در نظر گرفت من بودم و من برای ملاقات و رابط بین خودش و سفارت انگلیس قرار سفارت انگلیس هم به من اینطور میگفت، چون به دفعات مختلف رئیس سرویس اطلاعاتی سفارت انگلیس رو ملاقات میکنم، نه سفیر، هیچگاه سفیر ملاقات نکردم، به علت اینکه محمد رضا دستور داده بود که فقط با رئیس سرویس اطلاعاتی باید ملاقات. به هر حال بعد از مدتی که احتمالاً بله دقیقاً میشه گفت تا 25 شهریور طول کشید، این رئیس سرویس اطلاعاتی سفارت انگلیس توانسته بود که امریکا وش به خصوص شوروی را آماده کنه برای پذیرش ولیعهد به عنوان شاه. روز 24 همون رابط سفارت انگلیس من خواست و تلفن کرد من خواست و گفت که فردا میتواند ولیعهد برود به مجلس قسم بخورد و شاه، ترتیباتش را هم خودش بده. این خبر به شاه دادم، به ولیعهد دادم، او هم تمام ساعاتی که در اختیار داشت حد اکثر استفاده ری کرد که تشریفات چگونه برگزار بشه، مسیر در مجلس، مراجعت، روزنامه ها، تبلیغات، اینها همه دستورات شخصا می. خب پس از قسم خوردن در مجلس شاه، پس میتونم بگم که خود من فرد دیگری که اطلاع ندارم و نشنیدم وسیله به تخت نشاندن محمد رضا شدم، که در این باره اگر لازم بود توضیحات مفصل‌تری خواهم داد. شما در زمینه مشاغل قبل از دفتر ویژه توضیحاتی دادید، این مقداری هم در مورد مشاغلتون بعد از تأسیس دفتر ویژه توضیح کردید. از کنم که من استاد دانشگاه جنگ بودم حدود 5 سال، تا اینکه یک روز شاه مرا احضار کرد و گفت فردی در اتاق انتظار هست، او رو ملاقات میکنی، برش او دستور داد انجام میدی، دیگر لازم نیست از من هم دستور بگیری. من که به اتاق مراجعه کردم، یه فردی در اونجا نشسته بود، خودش به نام شاپورچی، که بعدها مثلا سر رپورتر شاپورچی هم میگفتند، اسامی مختلفی داشت، زردوشتی بود، ولی از
عوامل بسیار رده بالای سفارت و هر موقعی که میخواست مجاز بود با اجازه بدون اجازه با شما ملاقات هر موقعی. و بقیه این احتیاج به توضیحات مفصل داره این مسئله شاپورچی، چون اردشیرچی هم میگفتن شاپورچی هم میگفتن، این احتیاج به توضیحات خیلی مفصل داره، برای اینکه خیلی در تاریخ بعدی اثرات عمیقی. این شخص من گفت که شما باید بروید به انگلستان خیلی سریع و یه دوره اونجا طی بکنید و بعد بیاید اینجا یه سازمانی تشکیل بده که این سازمان مرکز اطلاعات سیاسی، نظامی، اقتصادی مملکت باشد و کلیه وزارتخانه ها و به خصوص قسمت های انتظامی و نظامی و امنیتی به خصوص اینها موظف بودند که تمام گزارشاتشون رو به این مرکز بده. بعد اسمی پیداش کردیم برای این، به نام اسمش گذاشتیم دفتر ویژه اطلاعات. دقیقا دفتر ویژه اطلاعات همان سرویسی بود و همان سازمانی بود که با همین وظایف در انگلستان در خدمت پادشاه انگلستان و نخست وزیر انگلستان بود. البته در ایران نخست وزیر منها میشد دیگه. طبعاً شما غیر از این سمت ریاست دفتر ویژه آیا سمت دیگری هم داشتید در دستگاه دولتی؟ بله، سمت های به تدریج سمت های زیادی پیدا کردم. یکی از چیزهایی که خوب برای خود من هم مبهم هست، البته خب میفهم متوجه بودم که انگلستان یا دستگاه اطلاعاتی انگلستان بیشتر بگوییم، خب با موقعیتی که من داشتم نزد شاه خب خیلی طبیعی بود که من رو با خودشون همراه بکنن. من که مخالفتی با آنها نداشتم، ولی به هر حال فرم نزدیکتری با آنها داشته باشم. این بود که خب ملاحظه می‌فهمید که چگونه به شاه یعنی محمد رضا خب دستور میداده همین اردشیرچی که فلانی یعنی من رئیس دفتر ویژه تا دفتر ویژه اطلاعات. البته اون اسمی که اول نداشت، می اسم بعدن گذاشت، بعد از مراجعت هم گذاشت خودم گذاشت. شما غیر از مشاغلی که ذکر کردید، بله بله، سمت های دیگری هم داشتی؟ عرض کنم که سمت های دیگر خب زیاد بودند. باید به طور چند نمونه حضورتون بگویم، بعدا ممکنه خیلی دقیق تر کلیه اونها رو بگویم. این انگلیس ها در ایران البته خب با تایید شاه، چه تاییدی، خب فرم دستور به شاه داشتیه، میگفتن مثلا انگلیس ها میگفتن که چنین شبکه‌ای اگر در ایران تشکیل شود بسیار سودمند است. خب او تصویب میکرد، اما شبکه‌ای که اداره میکرد انگلیس ها، دو تا سه تا شبکه در اختیار من قرار گرفت دور شاه. باز معلوم بشه که اینجا علاقه ای داشتن حساب اینکه در اختیار من قرار گرفت. البته راجب اونها اون هر کدوم از این شبکه ها احتیاج به توضیحات خیلی مفصل داره و این خیلی مهم هم هست. در موقعی که منصور نخست وزیر شد، حسن علی منصور، در همون موقع قرار بر این شد که انتخاباتی، انتخابات مجلس هم. خب در اینجا یه عبودیتی از طرف حسن علی منصور نسبت به علم وزیر دربار نشان داده می شد. ممکن ظاهری باشه، ولی خب به هر حال این کار می کرد. وقتی خب انتخابات خواست شروع بشه، حسن علی منصور به وزیر دربار پیشنهاد کرد که شورای تشکیل بدهیم و نمایندگان رو انتخاب بکنیم، بعد هم خب طبعا همونها رو مردم انتخاب خواهند. این فرمول صحبتشون تو این کمیسیون که سه تا عضو داشت، هر روز صبح تشکیل میشد در خانه علم. علم مخصوصا این کار رو میکرد که نشان بده برتری خودش رو، بعد اون رو میورد تو خونه خود. وزیر علم، وزیر دربار در رأس میز میشه، طرفینش یکی حسن علی منصور، یکی من به عنوان رئیس دفتر ویژه اطلاعات و قائم مقام سواک که یه احیانا برخی از این عناصر سوابق سوء سیاسی دارن، اینها رو من بلافاصله هر روز
یه لیست میدادن مثلا 10 نفر که وزیر دربار میباید تصویب کنه، حسنین منصور لیست میداد همونجا، تعدادی از اینها رو وزیر دربار خط میزد، تعدادی که باقی میماند حسنین منصور از همونجا هم بلافاصله جواب میداد که من هم موافق شما هستم. یعنی موافق لیست میدادن به من که ببینم از نظر سیاسی اینا سابقه توی سواک دارن یا در شهربانی دارن و فردای اون روز میبایست جوابش بیارم. البته به تدریج میدادن با این 270 یا 270 نفر دارن یا 300 هر چقدر بودن اینا رو به تدریج میدادن. هم در حدود 10 روز هر روز میرفتیم صبح زود ساعت 7 میرفتیم خونه وزیر دربار تا این کار خاطر کرد. شما چه زمانی به ریاست سازمان بازرسی شایگ سابق انتخاب؟ اشکام که در سال در دقیقاً 20 فروردین 1350 شاه من احضار کرد. البته در اون موقع همون مشاغلی که گفتم داشتم، شبکه ها رو اداره میکردم، یه دفتری ویژه، رئیس دفتری ویژه اطلاعات بودم، با مقام سواک بودم. من احضار کرد، گفت که منهای قائم مقامی سواک ضمن ریاست بازرسی شاهنشاهی کلیه مشاغل و فعالیت های خودت حفظ باید بکنم. همینطور هم شد، همینطور انجام. پس تاریخ رفتن من به بازرسی دقیقا 20 فروردین 1350 بود و البته در بازرسی برای من خیلی چیزها بیش از جایی کشف شد. مثلا منطقه ای که غیر و کازرین غیرش یادم هست، اما مثلا اونجا یه زلزله شدیدی اومده بود در منطقه قشقایی فارس. بله اونجا یه زلزله شدیدی اومده بود و به هر حال اینطور تو روزنامه ها می نوشتن، حالا برای پول جمع کردن بوده بوده نمیدونم، اما خب دو ده بوده مثلا چقدر مثلا اونو کایلی رو مثلا هزینه صدها میلیون تومان جمع. بعد از دو سال یا سه سال من بازرسی نظام کردم به محل، گفتن حتی یک آجر در محل خالی نه، یک آجر یه بقیه شد از اون به عنوان نمونه ای مثلا بیاد یک کامیون آجر خالی کنه که اقلا بگم بله یه کاری هم شده، آجاری خالی شده. نه آقا این کارم نکرد. خیلی روشون از اینها بیشتر بوده. زمان انتصاب شما به سازمان بازرسی شاهنشاهی دقیقاً مصادف بود با اوج فساد نظام پهلوی و به خصوص جنایت‌های اقتصادی دول غربی و بلخص آمریکا. شما تو دوران انتصابتون با این مسائل آشنا شدید، اگر توضیحی هم در این مورد بدید. بله، فساد در حد اکثر متصور بود، به نحوی که من به عنوان خب رئیس بازرسی دیدم اگه قرار باشد که به تمام چپخاولگری ها رسیدگی بکنم باید اقلا 10,000 پرسنل داشته باشن که اینا هم دائما فعال باشن. اومدیم یه رقمی گذاشتیم، گفتیم از 100 میلیون تومان به بالا هر کی چپ هاول کرده این رسیدگی کنید. تازه همین 3,750 مورد تا پیروزی انقلاب در بازرسی شاهنشاهی موجود. حالا من اطلاعی دیگه ندارم، من اجازه داشتم بپرسم چیزی که این پرونده ها چطور شد، کجا رفت. شما در پایان این جلسه اگر توضیح تکمیلی دارید بیان کنید. این جانب بنا بر مسئولیت ها و روابطی که داشتم در جریان ریز مسائلی هستم که در دوران پیش از پیروزی انقلاب، یعنی دوران نخست وزیری آموزگار وابسته به امریکا، شریف امامی وابسته به انگلستان، ازهاری وابسته به امریکا و بختیار منتخب غرب اتفاق افتاد و این مسائلی است شامل همه فعل و انفعال هایی که پشتیبانان خارجی یاد شدگان به وجود آورده بودند که باز در بخش مربوطه باید به طور کاملتر به عرض ملت ایران بره. اطلاعات دیگری نیز از کشورهای منطقه دارم که اون را هم در فرصتهای بعدی اطلاع خواهم رساند و مشاغل دیگری هم نیز به عهده داشتم که اون را هم نیز به موقع